که حتی مصوبه شورای امنیت و موافقت دوستان خودشون هم نگرفتن. فکر میکردن یه جاده همواری وجود داره که میتونن عراق رو با این ثروت عظیم خدادادی تبدیل کنن به یکی از ایالتهای آمریکا، ولی ملاحظه کردید شکست خوردن. این شکست صورت حسابش از طرف آمریکایی ها و واقعیت هم همین هست، به نام جمهوری اسلامی ایران نوشته شده، ما اجازه نخواهیم داد. و این سوالی که فرمودید فرصت، این همچنان برای ما یک فرصته که تلاش بکنیم دشمن اصلی خودمون رو، چه به صورت مستقیم این دشمنی رو بارها ثابت کرده و امروز هم از طریق رژیم صهیونیستی، هم پیمانان منطقی و اروپایی کاری که در ارتباط با تقویت گروه های تروریستی آمریکا انجام داد، هدف اصلی جمهوری اسلامی بود. همه دنیا میدونن اینا دنبال تغییر ساختار سیاسی حاکم بر سوریه بودن، تحولات در عراق که بتونن به مرزهای ما نزدیکتر بشن و ضربه بزنن. منتها ما این فرصت رو غنیمت شمردیم. با تجارب متعدد سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، آمریکا رو زمینگیر کردیم عملا، و به نظر من امروز هم باید با تجربه چند ده ساله گذشته هم این سیاست ستیز با آمریکا رو ما ادامه بدیم، و همین که از توانمندی‌های نهفته ملی خودمون در بخش‌هایی که دچار کاستی هستیم، مثل بخش اقتصاد که باید شکوفا بشه، مثل در واقع مشکل بیکاری جوانانمون، معضلاتی که ما امروز در جامعه داریم، باید استفاده بکنیم با اتکای به توانمندی خودمون. آمریکای در واقع قبل از انقلاب آمریکایی بود که در ایران، عرض کردم، حضور گسترده داشت، بر همه مقدرات حاکم بود. منتها ایران قبل از انقلاب چگونه بود؟ وضع روستاهای ما چگونه بود؟ وضع خود تهران، شهرهای مختلف ما به لحاظ عمران، به لحاظ آبادی، به لحاظ پیشرفت اقتصادی یه پوسته ظاهری بود. قدرت واقعی رو ما نداشتیم. حتی مثلا در عرصه هسته‌ای قبل از انقلاب، خب آمریکا، فرانسه، آلمان همه همکاری می‌کردن با ایران. این نیروگاه بوشهر رو آلمانا شروع کردن، دارخوبین رو فرانسوی ها طراحی کردن، نیروگاه تهران رو آمریکایی ساختن، ولی قدرت هسته‌ای به ما ندادن و اجازه نمیدادن. این حرف بنده نیست، حرف آقای اکبر اعتماد، بنیانگذار سازمان انرژی اتمی ایران، که امروز در خارج از کشوری برای در مصاحبه متعدد اعلام کرده که کاری که جمهوری اسلامی ایران موفق شد انجام بده، تسلط بر این دانش رو ما نتونستیم. و این در واقع استفاده از این فرصت بر مبنای این باور که آمریکا برای ما قطعا کاری نخواهد کرد. فریب لبخند آمریکا رو نباید بخوریم. در زیر عرشبت که این دستکش مخملین، یک پنجه پولادین به تعبیر حضرت آقا وجود داره. بنابراین با چنین شناختی ما بیشتر باید بر توانمندی‌های داخلی خودمون، باورهای ملی خودمون، این شرایط بسیار مهم و منحصر به فردی که در اختیار داریم استفاده بکنیم و کاستی هامون رو جبران بکنیم، تحول رقم بزنیم، همونطور که در عرصه نظامی موفق شدیم و تسلیحاتی، در عرصه اقتصاد این تحول باید صورت بگیره. و این کاریست که به نظر من عملی است اگر ما قواعد بازی رو به خوبی رعایت کنیم. آقای دکتر، در طول در از شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از اون رشد انقلاب اسلامی، اتفاقات مهمی افتاد که هر کدوم از اینها میتونست یک نقطه عطف باشه و هر کدوم به اندازه بزرگای خودشون حاوی پیام‌های متفاوتی بودن. خب 13 آبان به تعبیر حضرت امام انقلاب دوم بود و حتی از انقلاب اول هم بزرگتر. فکر می‌کنید ممکنه پیام‌هایی که 13 آبان داشت، این پیام‌ها چه بود؟ حاوی چه نکاتی است؟ شاید من اشارم کردم، یکی این که در واقع آمریکا رو بزرگ نبینیم. آمریکا کشوری است پرجمعیت، به لحاظ اقتصادی، نظامی، پرقدرت، ولی همین آمریکا در جنگ تحمیل علیه ما شکست میخوره، در عراق شکست میخوره، در سوریه شکست میخوره، در افغانستان خودشون اعلام میکنن ما شکست خوردیم، در یمن که کشتار وحشیانه مردم مظلوم یمن رو بیش از 3 سال دارن انجام میدن شکست خوردن. خود این که آمریکا در واقع در مقابل اراده یک ملت بزرگ و عزم راسخ قطعا ناموفق خواهد بود، با
به نظر من بسیار مهمه. پیامی هم که دانشجویان ما به ملت ما دادند و نمادی بود از در واقع خروش ملت ایران علیه این استکبار و مستکبر یعنی آمریکا، نشان داد که آمریکایی‌ها به هیچ وجه نه فقط در درون سفارتی که کلی تفنگدار داشتن، کلی سلاح داشتن، نتونستن حفظ کنن، حتی اون اسنادی رو که خورد کردن با هوشمندی ویژه ایرانیان دانشجویان ما موفق شدن همه رو رو بکنن و ده ها جلد کتاب چاپ بشه. در طراحی حساب شده دقیق با استفاده از همه ابزارهای روز نظامی آمریکایی‌ها شکست خوردن. البته اون جمله امام رو نباید فراموش کنیم که تعبیر قرآنی است که و ما رمیت و ادرمیت ولکن الله رما، شنهای صحرای طبس مأموران الهی بودند. در واقع عنایت الهی قطعا نقش مهمی داشت، منتها خداوند متعال هم عنایت خودش رو در شرایطی نازل میکنه که انتنصر الله ینصر کن، و این ملت واقعا در جهت پیروزی اراده الهی جانفشانی کرد، شهید داد و مبارزه کرد و خداوند هم عنایتش رو نازل میکنه. بنابراین به نظر مهمترین درس اینه که اولا آمریکا رو بزرگ نبینیم. آمریکا واقعا واقعیتش اینه کوچک، رو به افول به تعبیر حضرت آقا. دوم این که ما قدرتمون قدرت‌های بسیار بالایی است. هنر بهره‌گیری و شکوفا نمودن این استعدادهای درونی ملت همان گونه که در عرصه نظامی و تسلیحاتی صورت گرفت قطعا در اقتصاد قابل تحقق، این رو باور داشته باشیم، در این جهت حرکت بکنیم، مقاوم باشیم در مقابل زورگویی آمریکا. آمریکایی اینجوری نیست که حالا اگر مثلا یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران بخواد با آمریکا وارد مثلا دوستی بشه، آمریکایی‌ها حمایت می‌کنن. شما دوستان آمریکا رو در منطقه ملاحظه بکنید، خود رژیم شاه نزدیک‌ترین متحد آمریکا بود، تاریخ مصبش تموم شد، آمریکایی‌ها رها کردن. اون چه که مهمه، ما بر روی توانمندی‌های خودمون با اتکای به قدرت الهی و اتکای به توانمندی‌های ملیمون و ملت بزرگمون و طبیعتاً جایگاه والای رهبری که در واقع ستون فقرات این پیکره هستش و عمود خیمه انقلاب اسلامی است، بتوانیم اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی را رو محقق بکنیم. بسیار خیلی متشکرم. همزمان که با شما صحبت میکنیم و همزمان با راهپیمایی باشکوه در شهر تهران، در دیگر شهرهای کشورمون هم مراسم روز 13 آبان داره برگزار میشه و دعوت میکنم بیننده یک تصاویر زنده از شهر اهواز در استان خوزستان باشید. همزمان بیننده تصاویر زنده هستید از استان خوزستان، شهر اهواز در میدان شهدا، و این هم تصاویر زنده از استان گلستان و راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 13 آبان در شهر گرگان. به مناسبت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، هر سال مراسم راهپیمایی با شکوهی با حضور تعداد بسیاری از دانش آموزان
برگزار میشه، چرا که 13 آبان روز دانش آموز هم هست و همزمان در تهران و مقابل لانه جاسوسی آمریکا که این مراسم برگزار میشه، در شهرهای مختلف کشورمون هم مراسم راهپیمایی 13 آبان برگزار می شود و شما بینندگی تصاویر زنده هستید از برخی از شهرها در استان خوزستان شهر اهواز و در استان گلستان شهر گرگان، مراسمی که با حضور دانش آموزان در حال برگزاری است. همزمان با این مراسم راهپیمایی روز 13 آبان در شهر مقدس مشهد هم در حال برگزاری است و شما بیننده تصاویر زنده از این مراسم در شهر مقدس مشهد هم هستید. در شهر مقدس مشهد و در جوار حرم مطهر حضرت سامن الحجج علیه السلام مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور تعداد بسیاری از دانش آموزان در حال برگزاری است که راهپیمایان با حمل پلاکارد‌های مبنی بر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی انزجار خودشون رو نسبت به سیاست‌های استکباری آمریکا اعلام می‌کنند. این مراسم در سراسر کشور هم اکنون در حال برگزاری است و در تهران نیز این مراسم در مقابل لانه جاسوسی آمریکا با حضور دانش آموزان تهرانی در حال برگزاری است. ما فاتح فردای تاریخی، این از تعبیر صبوری ها. تاریخ باور می کند امروز در وسعت آینه ها ما را. در عرصه های دانش و فرهنگ ما حرف های تازه ای داریم. از اول این راه پیدا بود پیروز این پیکار دشواریم. ما فاتح فردای تاریخی، ترامپ آمریکایی.
پرشم بالا، این پرشم عزیزه بر بالا، این پرشم به آدم نوید میده، این پرشم پرشم کشور ایران اسلامی، کشور خودمون. بالا بگید، پرشم بالا بگید، حالا بگو مرگ بر آمریکا، ماشاءالله ماشاءالله دستا بالا، الله اکبر الله اکبر. انشاءالله خیلی جمعیت بیاد جایگاه اول، انشاءالله که مراسم رو آغاز بکن. بلند بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، ای رهبر آزاده آماده ایم، آماده ای رهبر آزاده آماده ایم، آماده ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، صلوات بر محمد آل محمد. روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یوم الله 13 آبان ماه، مراسم راهپیمایی این روز در مقابل لانه جاسوسی در تهران با حضور بسیاری از دانش آموزان و مسئولان کشوری و لشکری در حال برگزاری است و همزمان در دیگر شهرهای کشور. زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من، تو ما یک کلام مرد بر آمریکا، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خط، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، شراره‌های شهر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره‌های شهر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر ابولهب، مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد، مرگ
اکبر زاده زیاد بگو بلند پیش باش مرگ بر قطعنامه های بستن فرات قطع آب مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک ربا زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یوم الله 13 آبان ماه مراسم راهپیمایی در سراسر کشور در حال برگزاری است از جمله در شهر تهران در مقابل اعلانیه جاسوسی آمریکا که تا دقایقی دیگر سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سخنران اصلی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد مراسمی که با حضور بسیاری از دانش آموزان تهرانی در حال برگزاری است و بسیاری از مسئولان کشوری و لشکری نیز در این مراسم حضور پیدا کردند و راهپیمایان با حمل پلاکارد‌های مختلف با مضامین و تعابیر مختلف انزجار خودشون رو نسبت به سیاست‌های استکباری آمریکا اعلام می‌کنند و بسیار با شکوه پرچم کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز درآوردند و البته مراسم مشابه در سراسر کشور نیز در حال برگزاری است. شما بیننده تصاویر زنده از شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان هستید و نیز تصاویر زنده از شهر آبادان در استان خوزستان و این مراسم باشکوه در سراسر کشور همچنان در حال برگزاری است. سخای دانش و فرهنگ ما حرف های تازه داریم. از اول این راه پیدا بود پیروز این پیکار دشوار ما فاتح فردای تاریخی این از تعبیر سبیل تاریخ باور میکنه آقای محمود نستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه
همه یک دلی، همه یک صدا، سر سر بلند، دل سر بزیر، نه ستم گری، نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن. سر سر بلند، دل سر بزیر، نه ستم گری، نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. صدای بلند حقیقتی تو، ندای طلوع عدالتی، دل دشمنان تو در هراس، که تو مهد شور و شجاعتی. بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تلی ادار زمانه ای، تو خیره مانده چشم زمان، تو تلی ادار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان. سر سر بلند، دل سر بزیر، نه ستم گری، نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. سر سر بلند، دل سر بزیر، نه ستم گری، نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن. سر سر بلند، دل سر بزیر، نه ستم گری، نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. سر سر بلند، دل سر بزیر، نه ستم گری، نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر، مرگ ناگهانی صد هزار زندگی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان. شراره های شهر.
سفارت شنون مرگ بر کودتای او زنده باد زندگی او زنده باد زندگی من تو ما یک کلام